گفتن من 30 سال دارم، به مدت 8 سال هست که با یارم هستم و 2 ساله که ازدواج کردیم. البته با فشار خیلی زیاد از طرف خودم و خانوادم ایشون تن به ازدواج دادن. مدت 1 سال هست که ازدواج نکردن، گروگان گرفتن در اصل. زندانی هن همسرشون. مدت 1 سال هست که هست که برای ادامه تحصیل از ایران خارج شدند ایشون، با توافق بر سر اینکه خیلی زود کارهای من را درست می‌کنند. فرار کردن در اصل زندانیشون. تا منم برم پیش ایشون. اما هنوز این اتفاق نیفته. 100% اصلا این اتفاق نمیفته. بذار من خیالتون راحت کنم. خب شما اگرم بیای جدا میشی. چون رابطه‌ای که زن به زور یه مردی رو مجبور به ازدواج کرده، اون آدم رفته که دیگه بره، که بره و بعدم یه اتفاقی بیفته و بعدم شما اگرم به زور تشریف ببرید خارج، ایشون یا بر نمیگرده اونجا، همونجا میمونه و یا یه کاری میکنه دیگه، ولی فراره در اصل. و خب اصلا این رابطه سالمی نیست. اوکی، میگن که فکر کنم دقیقا سوالشون همین بوده که ایشون میگن که خیلی عاشقشونن و یک نه عزیز شما عاشق ایشون نیستی. نه این آقا میگن، اون آقا ادعا میکنن که عاشق ایشونن. بله، بعد بله. دیگه اصلا اون که اصلا واقعیت نداره. خب بعد میگن به محض اینکه کار پیدا کنم میتونن ایشون رو، این خانم رو ببرن پیش خودشون. در مقطع دکترا مشغول به تحصیل هستن، 1 سال از این خانم کوچکترن. ایشون هزینه های این آقا، هزینه های این خانم رو میپردازن. بله نه ببخش اشتباه شد، هزینه های این آقا رو خانوادهش میپردازن. بله. چند سال پیش تجربه خیانت از طرف ایشون هم داشتم. همین آقایی که خیلی عاشقشونه. بله. احساس میکنم یک بمب ساعتی در رابطه ما فعال شده که هر لحظه ممکنه بتره. که همچنین خانواده ایشون در ظاهر میگن منو دوست دارن، اما در باطن اینطور نیستش. خیلی پولکی هستن و همسرم هم خیلی به خانوادهش وابسته است. نمیدونم چه کار بکنم و چه قدمی بردارم. شما جوونی، زندگیتون رو حروم این رابطه دارین میکنین. باور من این هستش که پیش زمینه بودن تو این رابطه متاسفانه عدم عشقتون به خودتونه، عدم باورتون به خودتونه. حالا یا با این آدم سکس داشتین، فکر کردین خب چاره‌ای ندارم، باید زنش بشم، ولی شما شرایطی رو پذیرفتین که هیچ زنی که خودش رو دوست داره و مهمتر از دوست داشتن، به خودش احترام میذاره و جایگاه خودش رو بالا میدونه و میخواد که دوست داشتنی باشه و قابل احترام باشه، کاری که شما به خودتون کردین و توی این رابطه دارین انجام میدین درست برعکس اونه. یعنی هیچ کس نمیتونه شما رو دوست داشته باشه تا زمانی که خودتون عاشق خودتون باشی، خودتون دوست داشته باشی و مهمتر از اون به خودتون احترام بذاری و قابل احترام باشین. کسی که اینجوری میاد، خانواده که دوستش ندارن، قبولش ندارن، مردی که بهش خیانت کرده دوستش نداره، ولش کرده رفته، مگه دکترا تو ایران پیدا نمیشه، رفته یه جای دیگه، بعد وعده به شما میده که حتما من به محض اینکه کار پیدا کنم تو میای. تا زمانی که ایشون دکتراش تموم بشه و کار پیدا کنه 2 سال دیگه گذشته، شما 2 سال دیگه بدون شوهر بمونید، بلکه ایشون اونجا یکی رو پیدا کنه شما رو ول کنه، بعد طلاقتون بده قایمکی در ایران، بعد زن خارجی بگیره به خاطر اینکه میتونه الان از طرف زن خارجیش اقامت بگیره. میخوام بهتون بگم واقعا دارین وقت و زندگیتون تلف میکنی. اگر من دارم اشتباه میکنم و امیدوارم که من اشتباه میکنم، یقینا عکسش به شما ثابت میشه. باور من اینه که اونقدر به خودتون، به خانوادتون، به آیندهتون احترام بذارین که از این آقا طلاق بگیرین، جدا بشین، بهش بگین اصلا فراموش کن، من نه خودتو میخوام، نه رابطه رو میخوام، نه این خانواده رو میخوام، نه پولتو میخوام، خودم میرم کار میکنم، رو پای خودم میایستم، خودم رو حمایت میکنم و یک ازدواج درست با مردی که منو دوست داشته باشه، عاشق من باشه، به من وفادار باشه، آدم رو راستی باشه، آدم درستی باشه، کسی که اون بیاد خواستگاری من، نه اینکه من مجبورش بکنم که با من ازدواج بکنه. من یک چنین مردی رو میخوام و توصیه من بهتون این هستش که این رابطه با شرایط فعلی کار نمیکنه و این آقا لزومی نداره که کار پیدا کنن تا شما رو بیارن پیش خودشون، چون اجاره خونه رو که خانواده دارن میدن، خرج ایشون هم که خانواده دارن میدن، شما هم که اگه بیاید خارج نهایتا، حتی اگه که خیلی هم دیگه وضع خراب باشه، هر غذایی که ایشون دارن میخورن نصفش هم شما میخوری، فوقش کمتر میخوری. باور من این هستش که این خانواده هیچ تعهدی ندارن، این آقا هیچ تعهدی ندارن
و شما هم دارین وقتتون تلف میکنین و اگه شما لااقل بتونین به خودتون تعهد بکنین میتونین بر خودتون احترام قائل بشین که بگین من یه همچین شرایطی اصلا نمیپذیرم.